با درود مجدد بر تمامی شما عزیزان فرزندان کوروش درود میگم خدمتتون. امیدوارم که هفته خوبی رو گذرانده باشید و مجددا با ما در برنامه سخن روز همراهی بکنید ما رو. من بهمن جلدی از ونکوور کانادا و آقای حشمت رئیسی از آلمان با نگاهی دقیق و روشنگرایانه در مورد مسائل مربوط به ایران از دید دو نسل و با دیدگاه های سیاسی متفاوت ولی ایرانگرایانه هر هفته در کنار شما عزیزان هستیم. برنامه رو در روز آخر هفته ضبط میکنیم و سعی میکنیم که در روز دوشنبه برای شما بر روی شبکه یوتیوب برای استفاده شما قرار بدیم. آقای رئیسی درود میگم خدمتتون. درود بر شما آقای جلدی، درود بر بینندگان، شنوندگان، دوستداران و همه عزیزان. در صورت در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. نخواستم که اجازه بدید من سپاسگزاری که تعداد زیادی از بینندگان ما برای من فرستادن که از شخص شما انجام دادن به خاطر تجزیه و تحلیل ها و دیدگاه واقعا روشنگرایانه شما که به صورت غیر حزبی و تنها از دیدگاه یک ایرانگرا مسئول رو مورد تحلیل قرار میدید سپاسگزاری کرده بودن. من خودم هم از شما سپاسگزارم. این کمک زیادی میکنه به دوستان ما در دیدگاه های پادشاهی خواه و یا مشروط خواه که آشنایی بیشتری پیدا بکنند از دیدگاه یک ایرانگرایی که خواست های سوسیالیستی و حقوق کارگران رو داره. آقای رئیسی، بعد از برنامه هفته گذشته که در ارتباط با مسئله سابوتاژ در منطقه خلیج فارس صحبت کردیم که خوشحال نیستم من این رو بگم که این پیشبینی ما اتفاق افتاد. گاهی اوقات این پیشبینی ها اتفاق افتادنش اسباب خوشحالی ما نمیشه، ولی در چیزی کمتر از 24 ساعت دقیقا اون سابوتاژ اتفاق افتاد که ما هشدار دادیم. این هفته من میخوام از حضورتون خواهش بکنم در ارتباط با سابوتاژ هایی که توسط خود ایرانی ها صورت میگیره صحبت بکنیم، یعنی هم توسط گروهی که در داخل ایران با خودشون میگن اپوزیسیون که از دیدگاه ما اینها اپوزیسیون شناخته نمیشن. اصولا من اپوزیسیونی نمیشناسم، نه در داخل ایران نه در خارج از ایران، به جز سیاوشان ایرانگرا که به صورت غیر سازمانی ولی ارگانیک واقعا دارن فعالیت های خودشون ادامه میدن، و همینطور گروه های ناراضی خارج از کشور که اون هم خودشون رو اپوزیسیون صدا میکنن. اگر مایل باشید برنامه سخن روز این هفته در ارتباط با این برخورد گروه های ناراضی اپوزیسیون در داخل خارج از کشور با مسئله حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه اقیانوس هند و دریای عمان و ارتباط نزدیکش بر فشار حداکثری بر روی ایران، بر روی جمهوری اسلامی برای تغییر رفتارش، نه تغییر رژیم، برای تغییر رفتارش هست. شما مایل هستید در این مورد این هفته صحبت بکنید؟ آمادگی داریم در همون زمینه. خب من رشته کلام رو به دست شما میسپارم. من با توجه به اینکه در سطح شما خودتون در جایگاه سامانه پادشاهی قرار میدید، به موضوع بحث هم مربوط هست، یک انتقاد شدیداً تندی رو از طرفداران آقای رضا پهلوی و کلن اون طیف بکنم. من هفته پیش، چند روز پیش در صورت در برلین تظاهراتی بود. بله. بعد خوب دوست بسیار گرانقدرم آمده بود اینجا، مشکلات کامپیوتری هم داشتم، برطرف کرد و دعوت کرد بریم اونجا. من به حرمت این دوست خشایار عزیز وقتی نزدیک شدم با یک صحنه اشتناک رو بروش
پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل بزرگ، بزرگتر از پرچم ایران. به همین دلیل گفتم من جلوتر دیگه نمیخوام. کیا این پرچم رو آورده بودن آقای رئیسی؟ این دست کیا این پرچم؟ به اصطلاح منتظر شما میشم تا کارتون تمام بشه و بریم با هم شام. در همین خلال چند تا از عزیزان که در صورت علاقه من دستن به من اونجا بودن، به حضور جوان ها آمدن جلو و یک جوانی بسیار خوشفکر، خوش سیما، خوش صورت، خوش سیرت آمد و مصاحبه کرد، مثل که فعالیت فیسبوکی داره یا اینترنتی. بعد بهش گفتم من که کار چیه شما میکنید؟ این فکر میکنید به نفع شاهزاده هست؟ فکر میکنید به نفع شما هست؟ گفتم مثل که شما سابقه پرچم بلند کردن ها رو و پرچم آوردن های بیگانگان رو تو ایران نمیدونید شما. گفتم اون موقع در دوران اضمحلال ایران، دورانی که تقریبا ایران نیمه مستعمره بود، یعنی روس تزاری از شمال و انگلیس از جنوب وضعیتی رو در ایران به وجود آورده بودن که عملا دولت فاقد اقتدار، دولت ایران و تمام اوباشر و علازل، تمام اوباشر و علازل اشراف، تجار، روحانیون و امثالهم برای اینکه بازخواست ندن به دولت مرکزی را هرچه هست و خود این سلطنه ها و دوله ها و مالکین و آخوندهای ارشد و پرچم انگلیس روس نمودن، یعنی مسئولیت خودشون از به دولت میگرفتن. شما میخواید با این کارتون ایران رو برگردید به دوران قاجار؟ و شونم گفتم، گفتم بزرگترین افتخار انقلاب مشروطیت و ستارخان سردار ملی این بود که توی محاصره تبریز که اینقدر سنگین بود که توی کتاب فکر میکنم که کسروی خونده باشم چیز تاریخیش در سال آذربایجان، اونجا میگه مردم از یونجه میخوردن و مقاومت میکرد، یعنی اینقدر محاصره اقتصادی سنگین. و اون به اصطلاح شخصیت ارشد روس پیغام داد به ستارخان که ارشد روس رو ببر بالا، مسئولیت خواهید داشت، هم حلات میرسه هم توپخانه مثل چی بود. اون جواب داد که من میخوام به اصطلاح پرچم صد دولت زیر پرچم ایران باشه، تو این پیشنهاد من میکنی؟ من نمیدونم، از شما واقعا میپرسم، این مسئله حساسی هست. این شاهزاده ما میخواد پادشاه یهودی ها ایران بشه، چند نفر میخواد پادشاه مسیحیان ایران بشه که پرچم آمریکا رو مگه فکر نمیکنه که کشور ایران چی هست؟ و بعد چرا تا حالا جلوگیری نکرده؟ چرا فاصله نگرفته از اینا که اینا با بولدوری، حالا تعدادشون نمیدونم چند نفرن که میتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن به هر دموستراسیون، به هر تظاهراتی، از اون ور بام افتادن. اون جمهوری اسلامی سیاست غلط و تخاصم‌آمیز ایدئولوژیکی نسبت به آمریکا یا اسرائیل گرفته که پرچم میسوزونن. اینا هم عکس العملی شاید برخورد میکنن، طوری رفتار میکنن که انگاری مثل نوکران اسرائیل آمریکا است که توی دعوای مثل من میتونم پاسختون بدم اگه بخواید من الان پاسخ. بله من اینا تمام میکنم الان. بعدش تو دعوای اینترنتیشون یکیشون نام آقای قشقایی نامی است، این گفت نه تنها ما باید این کارو بکنیم، بلکه باید وادار کنیم تمام رسانه‌های فارسی زبان پرچم اسرائیل آمریکا را کنار چیزشون بزنن، تابو شکنی کنیم. خب من بیننده، من فی داخل کشور هستم، من بگم که اینا هنوز نیامده ایران رو نوکر اسرائیل کردن، اونم ایرانی هایی که غرور دارن.
تاریخ دارن، فرهنگ دارن و به اصطلاح با شاهزادم گویا تازگی در میون گذاشتن و در صورت هنوز رسمیت پیدا نکرده بودم رسمیت پیدا کنم. گفته اینا طرفداران جمهوری اسلامی هم میخوان ما را وابسته به بیگانگان نشون. نمیدونم تا چقدر این چیزی که برای من ارسال شده درست است، ولی کار جمهوری اسلامی را به شدت راحت دیگه احتیاج به تبلیغات نیست. اینا همون چیزی که ما میگیم نوکرن، نه شخصیت ندارن، اینا هویت ندارن، اینا نوکران اسرائیل و آمریکا هستن، کاملا مشهور. پرچم آمریکا را بزرگتر از پرچم ایران میبرن. نظر شما چیه؟ اون یه بخش از اپوزیسیون هستن. شما از خارج از کشور شروع کردید، من از همین از خارج از کشور شروع. نخستون که قبل از تمام این جریانات شاهزاده خیلی واضح و روشن گفتن، خیلی واضح و روشن که تغییر در داخل ایران باید به دست مردم ایران انجام بشه و هیچ قدرت خارجی یا عامل خارجی درش نباید درگیر باشه یا نقش داشته باشه. و این افرادی که شما الان نام بردید یا اشاره کردید، من میدونم که الان از صحبت من ناراحت میشن، همه اینا هم به خوبی منو میشناسن و همه اینا هم به شدت فراری هستن از اینکه در یه جلسه من در اونجا حضور داشته باشم، چون بلا فاصله من پاسخشون رو همونجا میدم وقتی شروع میکنم به این توهمات و این صحبت های واقعا پریشان کردن. اینها یک سال هست آقای رئیسی فشار دارن میارن که شما باید بیاید با نمیدونم دولت اسرائیل صحبت بکنید، شما باید بیاید با دولت امریکا صحبت بکنید، و شاهزاده به شدت فراریه اصلا صحبت کردن با این دولت ها. توصیه میکنه که این کشورها دولت هاشون از مردم و از مبارزات ملی میهنی مردم حمایت بکنه به جای حمایت کردن از جمهوری اسلامی، از طیف های مختلف جمهوری اسلامی، ولی به هیچ عنوان موافقت نداره با اینی که این دولت ها بیان مستقیما درگیر بشن. این نظر شخص شاهزاده است، بارها هم اعلام کرده، هم نوشتنی هم گفتنی هم در مصاحبه. حالا این آقایون کاری که میکنن اینه، من خیلی رک و رورا سلام به شما و تمام سیاوشانی که در اقصا نقاط جهان دارن برنامه رو نگاه میکنن، من این عرض میکنم. این آقایون رو میبینید شما میان در مدیا یا در اینترنت صحبت میکنن، دقیقا پشت دوربین 180 درجه برخلاف اونی که دارن جلوی دوربین با شما صحبت میکنن صحبت میکنن. همه این آقایون تو جلساتشون من بودم، پاسخ همگیشون هم دادم، همشون هم به شدت از من هراسانه، چون میدونن که من اصل اینها رو میشناسم، من اینها رو از پشت دوربین میشناسم، نه از صحبتایی که جلوی دوربین میکنه. پشت دوربین اینا صحبتشون اینه، ما میایم برنامه ریزی میکنیم، نقشمون رو میکشیم، شاهزاده رو تحت فشار قرار میدیم، هولش میدیم با اون سمتی که ما میخوایم، و بعد اون وقت اگر ما بتونیم که مقدار زیادی افکار عمومی بچه‌های داخل ایران رو به سمت خودمون جلب بکنیم، وقت شاهزاده مجبور میشه اون راهی رو که ما میخوایم بره، شاهزاده مجبور میشه اون چیزی که ما میخوایم حمایت بکنه. من ازش میپرسم شما چجوری میخواید بچه‌های داخل ایران رو به سمت خودتون جلب بکنید؟ میگن خب ما از شماها استفاده میکنیم. مگه ما معذرت میخوام اینجا دکوراسیونیم که شماها بتونید از ما استفاده بکنید؟ شماها تا 2 سال پیش نمیدونستید ایرانگرایی رو اصلا چجوری مینویسن، حالا همه تون ایرانگرا شدید. خیلی راست رو راست به همه تون گفتم، شماها اعضای خودتون رو 4 نفرشون رو از خونهشون تا پارک سر کوچهشون نمیتونید ببرید، نه پلاکارت بگیرن، نه شعار بدن، نه هیچی. بهشون بگید فقط از خونهشون بلندشون برن پارک سر کوچهشون چه دور هم بشینه. شما نمیتونید همچی چیزی رو انجام بدید. چگونه شما ادعای اپوزیسیونی میکنید؟ به محض اینی که جوانان ایران از اون تفکر ایرانگرایی پیروی کردن و برای بزرگداشت فرهنگ و تاریخ خودشون رفتن و در مقبره کوروش کبیر، در آرامگاه کوروش بزرگ در اونجا جمع شدن،
ناگهان شماها همه آب تو لونه مورچه ها افتاد که تمام این صحبت ها بود، نمیدونم تفکرات رو بعد از این یه همه پانیرانیست ها شدن ایرانگرا. قبل از این این سوسیالیست های ایرانگرا وجود نداشتن، بعد از این یه همه این سوسیالیست ها شدن ایرانگرا، شدن یه سوسیالیست هم شدن سکولار. من یه پرانتز همه اینا همه فرصت طلبایی هستند که از این شریعت استفاده میکنن پشت دوربین های رئیسی 180 درجه. من یه نمونه فقط بگم، میدونم شما میخواید نکته‌اش کنم، فقط یه نمونه بگم که اینا یادم نره. در برنامه یکی از این رادیوهایی که بر روی اینترنت هست، مرد بسیار نازنینی هم هست، شاعری هست، بسیار روح لطیفی هم داره و من به ایشون به عنوان یه هنرمند ایرانی احترام میذارم، ولی واقعا به عنوان یه سیاستدان یا سیاستمدار ایشون به خاطر اون طبع شاعرانه ای که دارن مورد سوء استفاده بعضی از این آقایون داره قرار میگیره. من دیدم یه آقای اومده اونجا نشسته یه چیزی هم درست کرده در امریکا، جنبش رهایی هم چه چیزی، بعدم میگه ما چپ هستیم، ایرانگرا هم هستیم. شما چگونه ایرانگرایی مثلا اصلا تا حالا شما رو اسمتو نشنیدن. این آدم دقیقا در یه جلسه ای که ما دو ماه پیش داشتیم و در اون جلسه اینها فشار داشتن می آوردن که شماها بیایید امضا بدید، یعنی بنده بیام امضا بدم، ایرانگره ها بیان امضا بدن که بعد از سرنگونی ما کشور فدرالی میکنیم. و بنده به ایشون میگفتم که اصلا شما به فرض محال منو تفنگم بذاری رو سرم، از من تعهد بگیری که من تعهد میدم فدرالی بشه، من اصلا میرم دفتر یه وکیل اونجا امضا میکنم، اونم مهر میکنه که این اصلا قانونی باشه، من به شما تعهد داده. مگه تعهد من ارزشی داره؟ مگه ضمانت اجرا داره؟ شما باید ببینید مردم ایران چی میخوان. مگه جوانای ایران میذاره تو به امثال تو بدید اونجا فدرالی بکنی؟ توهم زدی؟ تب داری؟ من دیدم همین هفته ای آقا اومده و دقیقا صحبتهای منو کپی کرده داره اونجا تکرار میکنه. ما باید از اشتراکات حد اقلی استفاده بکنیم، به دور همدیگه جمع بشیم، همبستگی پیدا بکنیم برای براندازی جمهوری اسلامی. خب این حرفیه که من تو اون جلسه میزدم به شما گفتم آقا از این اشتراکات حد اقلی و این چیزی که شما میگی اشتراک من نیست، واسه بچه مشترک من با شما فدرالیست نیست، صحبت ایرانه. یعنی آقای رئیسی دقیقا این آدم ها که میان اونجا میشینن و جلوی دوربین صحبت میکنن، من پشت دوربین اینا رو میدونم که اینا چگونه صحبت میکنن و متاسفانه اینا فرصت طلب هم هستن، دائم هم میان پشت اسم شاهزاده میخوان قایم بشن. شاهزاده نه با اینها کاری داره، نه با اینها تماسی داره، نه از اینها حمایتی میکنه. و همین هفته پیش بعد از این صحبت کردیم، شاهزاده اتفاقا مطرح کردن این مسئله رو که هیچ دولت خارجی حق حمله به کشور ایران رو نداره، برخلاف این چیزی که این آقایون اومده بودن شیپور جنگ رو زده بودن که ما الان میریم پشت سر نمیدونم امریکایی میستیم حمله میخوایم بکنیم. اصلا میگه ترامپ بخواد حمله بکنه، اسرائیلیا و عربستان سعودی میخوان حمله بکنه، ترامپ نمیخواد با کسی حمله بکنه. بله جناب، ببین اون چیزی که تا اونجا که من میدونم تو طیف بخشی از نیروهای حتی چپ علاقه مندی به شما پیدا شده اینه که صراحت لحجه داری، که مستقل داری، شهامت اخلاقی بیان مطالبت داری و مرزبندی های شفاف میکنی با افکار خودت با دیگران. از این طریق قدرت انتخاب رو در مردم بالا میبری که دچار مشکل نشه. خب وقتی که در یه تظاهراتی در برلین یا در واشنگتن یا در جای دیگه پرچم اسرائیل دو متر میره بالا، پرچم آمریکا دو متر میره بالا، پرچم ایران مثل این پرچم های چی دست گیله گیله میکنن زیر اون پرچم. عکس های آقای رضا پهلوی مقیاس زیاد به اصطلاح یک تابلوهای در دست سو استفاده میکنن. اجازه بدهیزم آقای شاهزاده میباید سریع روشن شفاف بگه عکس اون بیننده داخل کشور در نظر بگیر، اون دانشجو، اون به قول شما پاسارگادو، فرزندان و کوروش، اون همه در نظر بگیر، عکس ها رو میبینن و
این غرور هم دارن که به قول من پدرشون کوروش کبیر بود. بله. بله. جهاندار بود. بله. و بعد با احترام و حرمت با ملت ها برخورد کرده، نه در موضع ضعف، ذلت، در موضع قدرت. بله. از قدرت سوء استفاده نکرد. خب اینا میگن که آقای شاهزاده رضا پهلوی هوادارانش تمام نوکران اسرائیل هستن. نه من فکر نمی کنم اینجور بگن اونا، چون میدونن من نه ببین ببین ما خودمون رو یه عده‌ای دارن سوء استفاده میکنه. عزیز دلم این آرزوی تو هست، آرزوی منم هست که مردم اینجوری تصور کنن، ولی شما به جای اونا دیگه نمیتونید تخیل کنید، تصور کنید، حتی به جای اونا نمیتونید فکر کنید. هر کس فکر مستقل خودشه داره، برداشت مستقل خودش داره. همین حادثه مقبره کوروش، من یه تفسیری را میدم، میتونه یه تفسیر کاملا ایرانگرا و دموکراتیک باشه که از دل این احساس وحشت نمی کنم، بلکه احساس خوشی میکنم که به اصطلاح ایرانگرایی داره رشد میکنه تو کشور، مردم به هویت باستانی خودشون، هویت اصیل ایرانی خودشون دارن برمیگردن، گفتمان اسلامگرایی پذیرفته میشه. ولی از همه حادثه به اصطلاح العربیه چه استنباطی میکنه؟ شوونیسم ایرانی آمد به وحشت. نوریزاده درست همه قرائت رو شدیدن میبرن، حتی شاهزاده رو تو دام میندازن که همچنین تفسیری رو ارائه بده و همه رو برنجونه به جایی که تشویق کنه. همه اتفاق افتاده، نه اینکه من بخوام استنباطات من بگم. پس بنابراین اینجا شفافیت گفتاریشون کمک بسیار زیادی میکنه، شفافیت شخصیتشون. من به هیچ وجه به این معنا نیست که بگم آنتیسیمیتیز هستم، ضد یهود هستم، ضد اسرائیلی هستم، ضد آمریکایی هستم، هیچ وجه. چرا که همه من که اینجا نشستم متعدین بسیار خوب تو اسرائیل دارم. چی هم؟ کمونیست های اونجا، سوسیالیست های اونجا، نه هر جای دنیا که باشه مثل هم فکر میکنم به جان، احساس میکنم هم فکرام اونجا هستن. بس بنابراین ملت اسرائیل و فقط ناتانیاهو یا جنگ طلب یا کودک کش که نمیبینم که نه. ملتی هستن با تفاوت ها، ملتی ها و جهانی ها. بس بنابراین این یاوه ها رو قبول نمیکنم و علاقه مندی خودم هم به از طریق پرچم اینو بلند کنم، پرچم اونو بلند کنم نشون نمیدم. حالا توی امر ورزشی، سیاسی یا هر چی دیگه فرهنگی ممکنه به اصطلاح این نمادهای ملی، نمادهای فرهنگی ملت‌ها با هم ارتباط پیدا کنن. من فکر میکنم از این به بعد هر جا اجتماعی سلطنت طلب هست، رو دالان شاید پرداخته نشد و این کار صورت گرفت و شاهزاده موضع روشن و شفاف نگفت، من فکر میکنم دچار مشکل هست. چون همونطور که من شما هزینه میپردازی فکر میکنی شفافگویی هزینه نمیپردازه به من دشمن به دست نمیاره، من هزینه پرداخت میکنم وقتی شفاف صحبت، هزینه میپردازه. انسان برای اینکه پیامشو برسونه هزینه هاش هم باید بده. حقیقت گویی بعضی وقتا به قول افلاطون ممکنه کاری بکنه که تنها ببونی توی ملت، ولی حقیقت بکن، دنبال مصلحت نرو. و اگر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد، این اپورتونیستی ترین و پسترین ضرب المثله. برای که به قول معروف استرتکار میکنه، از دل همین فاشیست میاد، همه دنبال گله، دنبال یه پیده را میافتن، تو نگاه میکنی که هیچ نیروی مقاومت و کانون مخالفتی نیست این پیده. و همه اتفاق افتاد 98% طرف رای دادن به یک. این ملت وقتی که 98% یه نفر به یه جریان فکر رأی بدن، اون بیچاره است. ملت قطعا دموکرات نیست، قطعا دموکرات نیست، به طرف یک سیاست خطرناک میره و عاقبتش هم میبینه. در صورت این یه موضوعی است که باید به سرعت و حل بشه، شفاف بشه. این رو هم نه مردم اسرائیل نه مردم آمریکا به حساب زدیت با اونها تلقی نکنن، بلکه
این ودیده تو ذهن تاریخی ماست. بابا بزرگترین اتهامی که از سال 32 به شاه می زدن بعد از کودتای 28 مرداد چی بود؟ این می گفتن وابسته. وابسته به امریکا. بعد از سال 41 می گفتن وای کاپیتالیستون اومد و یهودی ها و بهایی ها تمام تو قدرت رفتن. وای شیه. انجمن اوجدیه را انگلیسی ها را رفتن برای بهایی ها و امریکایی ها. این مسائل اتفاق افتاده تو این مملکت. بله کاملا. الان هم ملت که تغییر نکردن، همه لامذهب که نشدن، همه کمونیست که نشدن، همه آتئیست که نشدن، این الگوهای فرهنگی و تاریخی رو دارن، ولی میخوان الان به شکل دموکراتیک باشن، نمیخوان که دینشون از دست بدن. اینا رو باید به نظر من توی طیف سامانه پادشاهی شفاف بکنن. یکی جنگ و جنگ طلبی است، باید شفاف بکنن که جنگ طلب نیستن. یعنی جنگ طلب به معنای دعوت از دولت خارجی، این ویرانگره. و دوم استقلال سیاسی شخصیتی خودشون رو به نمایش بذارن. اگر این کار نکنن از کجا بس معلوم است که فردا اینا نخوان به قول ایران رو مستعمره آمریکا کنن، ایران رو مستعمره اسرائیل کنن. از کجا این آدمایی که من میبینم و مطلب مینویسم و این شیفتگی رو دارن و این تعصب که دارن نسبت به پرچم آمریکا، این تعصب نسبت به پرچم ایران نداره، این تعصب نسبت به ایران نداره. پس منم بگم آی رئیسی، در ارتباط با این صحبتی که شما میکنید، چون من حالا اشاره کردم به اون سمت فردی که در امریکا و گروه چپی داره بعد میگه من ایرانگرام هستم اینا، اجازه بدید حالا دست راستی هم بگم. من همیشه از هر دو طرف صحبت. بله. ببینید یه آدمی که میاد و صحبت میکنه و میگه که من سخنگوی مثلا، یا حداقل اینطور رفتار میکنه مثل اینی که این آقا سخنگوه در خارج از ایران، بعد شروع میکنه میگه که شاهزاده باید بیاد حرف منو گوش بکنه، شاهزاده باید بیاد به ما بپیونده، اینها به دنبال این است که از ایشون سوء استفاده بکنن، نه اینکه برن ببینن که چه کمکی یا چه شیوه رفتاری رو شاهزاده میخواد انجام بده. دو اینی که میان و این حرکت رو انجام میدن که هر کسی که میگه امریکا یا به ایران حمله نکنن، اینا طرفدار رژیم دشمن ایرانن، اینا طرفدار جمهوری اسلامی ان، امریکایی‌ها باید بیان حمله بکنن چون ما زورمون نمیرسه. خب سن البته که تو زورت نمیرسه چون تو از اولش هم کاری نبودی، الانم نیستی. به همین دلیل این بچه‌ها همه شماها رو کنار زدن و به دنبال افکار ایرانگرایی هستن. نه این آقای جلدی تازگی ابله که سگ نازی آبادی میگفت اینا که چی دستن، مثلا من چون من مخالف جنگم تو دیا اینجوری هم تعمیم داده. حالا تو دیا خودشون حزب دارن، تشکیلات دارن و چیکار میکنن، بیانیه میدن. بعد منم گفتم خب پس اینجوری که شده سرسخت ترین مخالف جنگ تو آمریکا خواهی ساندرز آدم و بیپروا هم هست. پس بنابراین حزب توده توی آمریکا هم نفوذ کرده، توی کنگره آمریکا، توی نمایندگان مجلس سنا و مجلس فلان، توی نظامی های آمریکا، خیلی هاشون مخالف جنگ هست. اتفاقا بله. نظامی این ابله ها اصلا برای من عجیب هست. بله. این تو طیف های گوناگون هست این ابله ها وجود داره که اینجوری تعمیم میدن، یا طرفدار ترامپ بله. یا طرفدار سیدلی، یا سفید یا سیاه، یا با سپاه یا فران. این تفکر کلیدی نوع مجاهده، یا با ما یا پاسدار نظام. این سیاه و سفید دیدن اصلا کاملا اسلوب، ممکنه 10 تا سازمان هم طرف عوض کنه از اون سازمان در بیاد، ولی این اسلوب تفکره. اون جدا شده با مریم رجبی هیچ فرقی نمیکنه، اون اسلوب جدا شده اون سلطنت طلب که اینجوری میبینه با مجاهد هیچ فرقی نمیکنه، با حزب الله هیچ فرقی نمیبینه. ولی اینی که شما گفتید من اینو عرض بکنم چون نکته خیلی مهمیه. ببینید این سفید و سیاه کردن یا ساده کردن مسائل و این رو تبدیل کردن به آره یا نه، این یعنی مخدوش کردن اصل موضوع، در حالی که این چنین نیست. این نکته اول، چون مسائل استراتژیک سفید و سیاه نیست، هزاران رنگ بین سفید تا سیاه هست. شما در تئوری بازی ها اینا اولا آدم های فوق العاده بی سوادیه به لحاظ صحبتی که دارن میکنن، ممکنه شاعر باشه، نویسنده باشه، دکتر اطفال باشه، دکتر زنان باشه، اینا همه هم هستن. بعدم میان پروفسور میشن، نمیدونم فضانورد میشن، همه چیزم میشن.
ولی کوچکترین سواد و دانشی از علوم استراتژیک یا سیاسی روابط بین الملل، حقوق بین الملل ندارن و نمیبینید هیچ کدوم اونها یه همچین حرفایی بزنن. این دو. سه، اتفاقا این صحبت به منی که به عنوان یک کارشناس به این مسئله نگاه میکنم این رو تفهیم میکنه که همزمانی که اون بخشی از اسرائیل و کشورهای عربی در منطقه که به دنبال جنگ هستند، و من باز تکرار میکنم تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی مخالف هر گونه درگیری هست، تعداد زیادی از سیاستمداران اسرائیلی مخالف هر گونه درگیری هستن، همینطور شما شاهد بودید نظامیان عربستان سعودی اومدن گفتن آقا این دربری ها چه شما میگید به ایران حمله بکنید، اینا سوار اوبر میکنن میارن اینجا پایتخت عربستان. این صحبت ها صحبت به این مفهوم من تجزیه و تحلیل میکنم که همون بخشی از اون شاخه جنگ طلب داخل اسرائیل و کشورهای عربی در منطقه که میان و این تبلیغات رو در مدیای غربی میکنن و شما میبینید دائم دارن بهش این رو شتاب میدن، در داخل مدیای فارسی هم دارن این کارو میکنن و این شتابو میدن در داخل مدیای غربی، این رو میارن میچسبونن به ترامپ و میگن ترامپ میخواد برانداز بشه. خود ترامپ صد بار داره میگه من نمیخوام براندازی بکنم، من میخوام فقط رفتار رژیم عوض بکنم. در بخش فارسی میارن اینو میچسبونن به شاهزاده. یعنی این دوتا جریان با همدیگه دارن کار میکنن. اون جریانی که در مدیای غربی میاد و اینطوری داره صحبت میکنه و بعد هم میچسبونتش به ترامپ، و این جریانی که در مدیای فارسی داره میاد همون رو دقیقا صحبت میکنه و بعدم دائم میچسبونتش به شاهزاده. بله. پشت ترامپ قایم میشه این پشت شاهزاده. ترامپ میگه آقا من نمیخوام جنگ بکنم، شاهزاده میگه آقا هیچ دولت خارجی حق نداره دخالت بکنه یا به ایران حمله بکنه. اینا همیا میگن ترامپ بخواد حمله بکنه، نمیدونم براندازی بکنه، از اونورا میگن شاهزاده هم این زنده باد آمریکا، زنده باد اسرائیل، شاهزاده، شاهنشاه، رضا شاه، عکس هم همه پشت سرشونه. این چیزی که گفتی الان برگردیم به داخل و کم هم نیستم داخل که اگر اونجا دستشون باز بود اونا هم بی‌شخصیت هم ذلیل هم و به اصطلاح بی‌هویت هم. مثلا زیبا کلام، من مطمئنم اگر بیاد خارج اولین کسی که پرچم اسرائیل آمریکا رو برام میکنه، چون این باید زیر یه پرچمی باشه، او خودش که شخصیت نداره، هویت نداره که، از زیر یه پرچم بودن یه مدتی فلانج اسلامی، پرچم حزب الله، پرچم چی میگن جمهوری اسلامی، حالا یکیش مثلا فرض کن خاتمی است که تو این گیردار و هزار تا مصیبت و بدبختی تو ایران هست، خطر جنگ فلان، بازی فدرالیسم رو انداخته، اونم فرصت طلبانه، چون اینا هم فرصت طلبن هم فرصت سوزم هست. وقتی به قدرت به دستشون میدی فرصت سوزی کامل میکنه. وقتی هم که چیز هستن فرصت طلب های هاری، حالا مثلا در انتخابات آینده احتمالا بخوان رای بیارن، این بازی دوران فدرالیسم رو انداخته. اونجا هم پرچم ها توی قلبشونه یا جیغ پنهان کردن، ولی اونا هم همینن، لازم پرچم مسئله رابطهش با شخصیت، استقلال فکر، اینا فاقد این هستن. در همین رابطه‌ای که مطرح کردی به اصطلاح که مسئله که خود اسرائیل هم آدم های عاقل و واقع بین هم توی اونجا وجود دارن که از لحاظ عقل ابزاری، عقل اینها فکر سود و زیان هستن توی این وضعیت. آیا اسرائیل تو این جنگ آسیب نخواهد دید، مشکلی نخواهد داشت، و اگر مشکل به وجود بیاد سخت، ما چه وضعیتی به وجود میاد، چه کار باید بکنیم؟ که اینا اغلب تحلیلگران اسرائیلی هستن که مخالف جنگ هستن و معتقدن که حملات به اسرائیل از سه جبهه فلسطین، لبنان و سوریه قطعا آغاز خواهد شد، چون پیوندهایی که جمهوری اسلامی با این مجموعه ساخته ساختاری شده، یعنی دیگه با حزب الله به عنوان یک ابزار نیست، جز ساختار قدرت ایران شده و نقش داره اینا، و برای اسرائیل هیچ چیزی ترسناکتر از اقدام محتمل ایران در این زمینه که این نیروها از بند رها بشن، به خصوص در رادخانه اسرائیل میگن، حزب الله میگن، اسرائیل میگه که حزب الله حدود 30,000 راکت در اختیار داره، موشک در اختیار داره، خب
و به هیچ وجه اون سیستم دفاع هوای اسرائیل توانایی دفع همینا رو نداره اصلا. از منظر ایران این راکت ها بزرگترین عامل بازدارنده استراتژی اسرائیل، این عامل بازدارنده است، نه اینکه بخواد حمله کنه، که اگر اسرائیل کسانی پیدا بشه مثل نادانی ها و هوس حمله بکنن، اون نقش بازدارنده رو داشته باشه. به اصطلاح مسئله ویرانگر خواهد بود برای اسرائیل. ما نمیدانیم چند ساختمان یا چه چیزهایی در تل آویو زیر ضرب خواهد رفت. ایشون ادعای فاقد مدارک رو در مورد برخی بستانه ها رو اینا رو باستاب داده، به اصطلاح گفته که نتایج شوم و مرگباری میتونه برای ما داشته باشه. و به همین دلیل نباید ما وارد این بازی به اصطلاح جنگ بشیم با چیز فشار. آری یعنی تشویق میکنن آمریکا فشار بیشتر بیاره تا روشش رو عوض کنه. و حتی این الان پدیده میگم سرایت کرده به خود دولت اسرائیل هم، که اونم از اون موضع جنگ عدول کرده با توجه به اینکه کارشناسان ارشد اسرائیلی پیامدهای جنگ رو که یک کابوس در خاورمیانه است، اونا هم این کابوس رو حس کردن. این نیست که مثل جنگ های قبلی حمله به عراق بشه یا اونا مسئول بشن به جنگ 8 ساله، اینا همدیگه رو پاره کنن اون بشینه اونجا. و یه نکته من اینجا اگه اجازه بدید عرض بکنم در مورد همین مسئله اسرائیل. ببینید دو تا مسئله این در عرض این هفته در عرض 8 روز اتفاق افتاد که من نگاه میکنم به عنوان یک کارشناس و متخصص در این مسائل اصل موضوع رو دارم میبینم، بعد مدیا رو نگاه میکنم میبینم مدیا تمام این رو 180 درجه برگردونده. کدوم مدیا؟ همون مدیاهای لندنی بله، و یه سری از این اپوزیسیون ها که تقصیر هم ندارن، چون اینا نه میخونن نه مطالعه میکنن نه تخصصشونه، اینا رو نگاه میکنن همون رو بعد کپی میکنن رو دست هم دیگه پس میدن. یعنی که حرفای آدمای مثل من میشنوم بعد میاد کپی میکنن، مثل آقای زعیم که بعد از ما گفتیم خلیج تانکن تو ایران رفت بعد نوشت خلیج تانکن. ما یه هفته بعد از این مسائل صحبت کردیم گفتیم خلیج تانکن، ایشون تا موقع یادش نبود بنویسه خلیج تانکن. بعد از اینکه ما گفتیم رفت یعنی کپی برداری هم میکنه، فرهنگ کپی برداری. ببینید دو مسئله که رخ داد، نخست اون صحبت آقای ترامپ بود که یک اشاره کرد گفت اینا به جنگ به من زنگ بزنن نمیرن حرف جان کری رو گوش میکنن، اومدن آگراندیسمان کردن، گفتن این به من میگه به من زنگ بزن. اصلا صحبتش این نبود به من زنگ بزنید، اون داره میگه شما دارید میرید حرف یه آدمی رو که شما رو میخواد تو چاله بندازه گوش میکنید، شما میرید حرف جان کری رو گوش میکنید، در حالی که من اومدم که همه اینا رو از سیاست امریکا بزنم بیرون. آقای ترامپ با یه شعار اومد، خشک کردن مرداب‌های یا باتلاق‌های گنداب واشنگتن، و جان کری از اعضای اون گنداب واشنگتنه. ترامپ داره میگه شما به جای اینکه بیایید از ماها که یک نسل جدیدی هستیم، وطن پرست هستیم و به دنبال سود و منفعت هستیم و میخوایم سیاست خارجی امریکا رو کامل تغییر بدیم، یعنی سیاست خارجی که جنگ جهانی دوم تا الان وجود داشته کاملا 180 درجه میخوایم ما تغییر بدیم، شما به جای اینکه بیاید با ما صحبت بکنید هی میخواید برید باز با همون گروه قدیمی صحبت بکنید، اونا شما رو میندازن تو چاه. اینا به جای اینکه اینو به این صورت واضح توضیح بدن اومدن میگن نه، اون میگه بیا به من زنگ بزن. مسئله دوم صحبت آقای پوتینه. من دیدم صحبتی که آقای پوتین کرده رو 180 درجه اینو چرخوندن. گناه هم ندارن این اپوزیسیون، اینا یه نفرشون سواد زبان روسی نداره. من یه بار که اون کارشناس روسی اومد شما دعوتش کرده بودید اومد در کانال یک صحبت میکرد، من دو تا کلمه روسی صحبت کردم، اینم آقایون همه چشاشون چارت شده بود که چجوری داره روسی با این صحبت میکنه. یه جمله خیلی ساده هم من بهش گفتم، آقای پوتین داره میگه که نه به جمهوری اسلامی، به نماینده امریکا آقای پومپئو که آمده در و با اینها صحبت کرده و داره به اینها میگه که بیایید با ما همکاری بکنید و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و به این سیاست خارجی که ما داریم کمک بکنید، به اونا داره میگه آقا ما که آتش نشانی نیستیم که هر جا شعله آتش بالا میگیره شما میای پلو ما به ما میگی بیا برو اینجا رو آروم بکن. و دلیلش هم میگم این دیدگاهی که این آقایون میان صحبت میکنن یه دیدگاه خیلی باریک شده، یه مثل نمیخوام مثال بزنم ولی اینجوریه دوستان خودشون اسب اساری دیگه
صحبت در سطح امریکا و روسیه وقتی میشه مسئله فقط ایران نیست. آقای ترامپ داره با پوتین صحبت میکنه در مورد تغییر نظم جهانی و ایجاد یه نظم نوین جهانی. ایشون وقتی با ترامپ داره صحبت میکنه ایران رو داره صحبت میکنه، خریای چین رو داره صحبت میکنه، آمریکای جنوبی رو داره صحبت میکنه، همه این مسائل داره با ترامپ صحبت میکنه، نه اینکه فقط در مورد آخوندها صحبت بکنه. اون یه بخشی از اون موضوعه. زمانی که با رئیس جمهور کره شمالی آقای پومپئو رفت اونجا و این مسائل رو به همسایه که کره شمالی گفت دیگه این آقا رو نفرستید بیاد اینجا، پومپئو رو دیگه نفرستید بیاد و فقط خود آقای ترامپ با ما مستقیم صحبت بکنه، آقای ترامپ از آقای پوتین خواهش کرد که شما یه ملاقاتی داشته باش با این رئیس جمهور کره شمالی و به ایشون اطمینان خاطر بده. آقای پوتین تماس گرفت، دعوت کرد آقای رئیس جمهور کره شمالی رو بره ولادیوستوک و ایشون هم خودش از مسکو بلند شد رفت تا ولادیوستوک که به ایشون نشون بده که چقدر برای ایشون احترام قائله. آقای پوتین در جهان سیاست بین الملل واقعا اگه نفر اول نباشه نفر دومه و به این احترام گذاشت. برای چی؟ برای که اونجا ایشون رو صحبت باش بکنه و به این اطمینان خاطر بده که اون صحبتایی که شما با ترامپ کردی و قرار مدارایی که گذاشتی ما همچنان پا برجاست. شما با این صحبتایی که پامپو میکنه کاری نداشته باش، شما با این صحبتایی که جان بولتن میاد میکنه توجهی نکن. حالا بلا فاصله بعد از اون دوباره پامپو میره مسکو و این مسئله ایران داره صحبت میکنه. بعد از مسافرتش به اروپا آقای پوتین اومده داره به امریکایی‌ها میگه و به اروپایی‌ها و به اروپایی‌ها، نه فقط به امریکایی‌ها، به امریکایی‌ها و اروپایی‌ها که آقا این مسئله اصلا مشکل ما نیست، ما رو چرا درگیر می‌کنید؟ مسئله‌ای که به ما ارتباط نداره من برای چی درگیر بشم؟ و بعد هم میگه ما آتش نشان جهانیم که هرچه آتش میگیره ما رو میاد صدا می‌کنید بیایم خاموش بکنید. 180 درجه اینو چرخوندن، برگردوندن، میگن که پوتین اومده و به جمهوری اسلامی میگه شماها خودتون برید هر کاری می‌خواید بکنید، من با شما کاری ندارم. یعنی اصلا واقعا آدم تعجب میکنه از این طرز صحبت کردن. نه این همه چارچوب جالبه، برای که نه تنها آقای پوتین مطمئن که به اصطلاح آتش افروزی از طرف اونا داره صورت میگیره، الان خود تحلیلگرای آمریکایی، دموکراتای آمریکا، من امروز چندین دموکرات سناتور دموکرات رو خوندم که آقا شما این چیز تحریم گذاشتی تعدیدش میکنی فلان کنی، اگه اون واکنش نشون بده شما بلوا میکنی چرا واکنش نشون میدی؟ نه خود جمهوری خواست ماکرون کنگره دارن این کارو میکنن های رئیسی. ماکرون گفته که آقا مسئولیت این وضعیتی که وجود اومده گردن آمریکاست که این وضعیت وجود اومده. همه اروپایی ها تحلیلگراش اینه میگن، اونم میگه که آقا تو آتش افروختی، همین با برخورد با بین لاوروف و چیز اتفاق افتاد. دقیقاً گفتیش که آقای پومپو مثلا از موضعی که در رابطه با مسئله ونزوئلا که جهان غرب یا بخش غرب اینا همه مخالف حضور شما هستن، گفت شما چیکار هست؟ گفت من به نمایندگی حرف میزنم. گفت اگه به نمایندگی از اون جنوب حرف میزنی چیکار دارین تو اوکراین شما؟ پس که هیچ جواب ندن. یعنی اگر اون برمیگردی به دوران جنگ سر که حیات خلوت تا امریکای لاتین، چرا اومدی تو حیات خلوت ما؟ اینجور جوابی نداد. یعنی این وقتی که برخورد میکنن اتفاقا این دوستان بیشتر تفسیر به رأی میکنن، یعنی علاقمندی های خودشون از لابلای کلماتی که دیگران میگن استنباط میکنن. اونجا خیلی روشن گفت، گفت ما از اون کپی میکنه تکرار میکنه، میگفت ما مسئولیت های خودمون در قبال این مسائل به خوبی انجام دادیم، شما ها انجام ندادی، این مشکل شماست، برید حلش کنید. که بعد از اون قرار شده که به اصطلاح نماینده از روسا، نماینده از آلمان، فرانسه، انگلیس و چین یک مذاکرات جدید با جمهوری اسلامی آغاز کنم. و به نظر میاد با این توجه به اینکه خب سطح گفتگو رو هم یه مقداری به خاطر که الان مسئله حیثیتی شده، یعنی آمریکا بازی رو به جایی برده که به بنبست خورده، جمهوری اسلامی هم در اومده گفته نه جنگ نه مذاکره بنبسته. خب اینجا باید یه نیروی سومی وارد گود بشه، اینو از بنبست در بیاره، یه منتجه حد وسطی پیدا کنم تا
به اصطلاح بشه به اصطلاح و این بنبست از حالت نظامی خارج بشه به حالت سیاسی تبدیل بشه، اونم احتمالاً آمریکایی‌ها به شکلی برجام رو بپذیرن، یه الحاقیه به برجام اضافه کنن شامل چیزهای دیگه. چون اگر اروپایی‌ها، چین، روسیه، اینا بیان خارج بشن، میدونی حیثیت برای اینا به وجود نمیاد. یعنی اینا در صورت امضا کردن و عاقل بودن امضا کردن و بی احترامی با خودشون نمی کنن. حالا آمریکا یه وضعیت استثنایی، دعوای آقای ترامپ با آقای اوباما است بیشتر توی این بازی. دعوای نه فقط اوباما نیست، من اینم عرض بکنم اگر برادر جورج بوش هم اومده بود همین وضع بود آقای رئیسی. اتفاقا مردم ایران خیلی شانس آوردن که ترامپ اومده رئیس جمهور شده، چون ترامپ تنها کسی که در اون دوره انتخاباتی وقتی اینا با هم ایستاده بودن با هم مقابله میکردن، تنها کسی بود که حمله کرد به برادر جورج بوش و گفت این داداش تو بود جنگو شروع کرد و ما اصلا نباید وارد جنگ میشدیم. امریکا با هیچ کس در دنیا جنگ نداره. که همون اون خبرگزاری رو گفتن ترامپ دیگه کارش تموم شد، این دیگه کارش تموم شد. اتفاقا همون اساسیه که ترامپ قهرمان شد، همه گفتن بابا این چه آدم راستگوییه. اگر که برادر جورج بوش اومده بود یا این خانم نمیدونم هیلری کلینتون اومده بود، آقای رئیسی الان جنگ بود در خلیج فارس، تنها به دلیل اینکه آقای ترامپ هست جنگ نیست. و بعد اینا من میبینم که آورده باز تلویزیونای لندنی یه دونه کانگرسمن نماینده کنگره 0 کیلومتر جوون آوردن اونجا و میگن این میگه که بریم جنگ بکنیم. بابا کنگره آمریکا یه نفر نیست، اینا هم هر گروه این گروه ها یه رئیس داره، اون رئیسش که تصمیم میگیره که اینا چگونه صحبت بکنن. و این هم که جوونه فکر میکنه با تند روی و تند صحبت کردن میتونه رأی جمع بکنه دوباره کنگره، او اصلا نمیتونه ایران کجاست تو نقشه، نمیتونه ایران رو نشون بده. شما بهش میگو بیا بوشهر رو تو نقشه نشون بده، نمیتونه بهت نشون بده. تنها برای انتخابات کنگره بعدی داره خودش رو آماده میکنه همچین حرفایی میزنه. اینو میارن بعد میگن نگاه کنید این کنگرسمنه اومده میگه ما بخوایم حمله بکنیم. اصلا یعنی واقعا تبلیغات رو به یه سمتی میبرن. ولی من یه مسئله داخلی رو میخوام بگم. من داشتم نگاه میکردم بعد دیدم که یه مصاحبه شده با این آقای علی ربی که یه زمانی وزیر کار شده بود و شما میدونید از این آدمای اطلاعاتی قدیمه و خیلی هم هنوزم حرفش در رو داره. اولا من بسیار تعجب کردم که همون اتفاقی که در خارج از کشور میفته اینا تو داخل ایران داره میفته. یعنی یه جوان فوق العاده کم تخصص و حتی گاهی بدون تخصص رو ولی جاه طلب رو میارن. اولا طرز صحبت کردنش معلومه این آدم اصلا این کاره نیست، سوال کردنش معلومه اصلا افکارش پریشانه و انقدرم عجله داره که اصلا منتظر نمیشه اون طرف بتونه پاسخشو بده. همون بلا سر خودشون اومده. یک جوان بسیار بی تخصص و بدون تجربه ای رو آورده بودن داشت از این علی ربیعی سوال میکرد و من دیدم اگر آدمی در حد علی ربیعی این گونه سیاست امریکایی رو داره برداشت میکنه، واقعا جمهوری اسلامی به زودی براندازی خواهد شد به دست خودش، نه به دست ماها، به دست خودش. چون این آدم اگر میاد سیاست خارجی امریکایی رو میاره در حد فرد میکنه و بعد به ترامپ میخواد حمله بکنه، تمام سیاست خارجی امریکایی رو میکنه ترامپ و بعد وقت به شخصیت ترامپ حمله میکنه، میگه شخصیت ترامپ چون لومپنه بنابراین سیاست خارجی امریکا لومپنه. یعنی این آدم اینقدر نمیفهمه که سیاست خارجی امریکا در حال تغییر کردنه. جانم یه مسئله میخواستی شما؟ نه اینه در مورد سیاست خارجی دولت‌های جا افتاده با تغییر وزیر خارجه سیاست ها کارشناس ها که نمیرن پی کارشون که مثلا در آلمان اجازه در آلمان فیشر میشه وزیر خارجه دریتوری مثلا تخصص اونجا ساختار بسیار قویه، طرف 40 سال بسیار تخصصش روی ترکیه است، جا به جا نمیشه اون سیاست گذاره. الان آقای پومپو اگر وزارت خارجه دست پومپو شخص پومپو بود به قول معروف اصلا تمام علی چیز را به جان جنگ اونجا جلوش میگیرن، کارشناسا اونجا هستن، در همه کشورهای پیشرفته اینجوری هست. این نیست که متکی به فرد باشه که قبیله سالار نیست که فرد اومد قبیله خودش رو بیاره توی مثل جدای ایرانه
برادر، خواهر، مادر، همه رو برمیدارم میارم توی وزارتخونه که وزیر شده طرف. اونجوری نیست اونجا. و از طرف دیگه این هشدارم به اصطلاح بدم، اتفاقا امروز خبری منتشر شد بسیار مهمه، چون من نگران بودم جنگ بشه عراق دوباره بره به طرف این که داعش از این فضا استفاده بکنه و به شدت دوباره احیا بشه و دوباره جنگ شیعه و سنی را بیفته و هزار تا مشکل برای مردم عراق که سرایت میکنه به ما هم. ولی جالب بود برای من یکی از مفتیای عراق به نام شیخ عبداللطیف الحمین، رئیس دیوان عالی اهل تسنن عراق، در این موضوع موضع‌گیری کرد و جالب است. اینم در این حال به سلطنت طلبا میگم، با آقای رضا پهلوی میگم، در صورت ایران بیش از 90% شیعه است، عراق بیش از 64% مردم شیعه هستن، مسلمان هستن. آقای شاهزاده باید بفهمه از کره مریخ آدم براش نمیارن. این ملت رو نمیشه یه شب دینش و آیینش و منطقه رو تغییر داد. این باید خودش تنظیم کنه با این ملت ها و ملت ایران. در صورت گفته مطرح کرد که همه باید آماده دفاع از ایران باشن. این دفاع واجب شرعی است و همگان باید اطاعت کنند. این فتوا داده. رئیس دیوان عالی اهل تسنن عراق تاکید کرد که در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا، نه فقط عراق بلکه از همه امت اسلامی، انتظار میره که در برابر هر گونه تجاوزگری علیه ایران و همه کشورهای عربی و اسلامی بیستند. خب همینطور گفته که همه تحولات در خاورمیانه و جهان اسلام پروژه‌ای است که هدف آن بی اثر کردن قوی ترین عناصر و بازیگران جهان اسلام و دور کردن بازیگران منطقی از معادلات قدرت در مقابل اسرائیل، رژیم اشغالگر اسرائیل میگه هست. طبق این پروژه توانستن عراق، سوریه و لیبی را از موازنه قدرت در منطقه خارج کنند و تلاش میکنن که مصر رو هم در این بازی از قدرت خارج کنن. چیز است که آقای اللطیف اللهیم جزء صاحب نظران حوزه معارف اسلامی در عراق و دارای چندین تألیف در این زمینه است. من فکر میکنم بگم در ارتباط با صحبت ایشون، نه حتماً حتماً، فقط میخوام اینو ایل بکنم، بازی این دفعه مثل بازی های گذشته نیست. یعنی جنگ در منطقه اینا نمیتونن به راحتی دیگه از شکاف شیعه و سنی استفاده کنن، به راحتی ایران رو تک بندازن. صدام رو تونستن، امت عربی رو بردن تو ائتلاف، فتواها علی صدام بود، خیلی اتفاق. الان نمیتونن این کار رو بکنن، بخصوص این صلح که میخوان انجامش بدن به شدت به ضرر فلسطین هاست، به شدت اونا رو تحریک کرده و به شدت حالت تهاجمی دارن بر علیه سول قرمی که آقای کشتر میخواد بندازه. یعنی بی راحتی نیست توی آستانه اتفاقات میفته. همه جهان عرب الان تحلیلشون این است که اینا رو میخوان ایران رو بذارن که به سر راحت بتونن این قرارداد تحمیل کنن به مردم فلسطین. اگه اجازه بدید من در مورد این صحبتی که الان آقا کرده انجام بده. من معتقدم آقای رئیسی هیچ کس در خاورمیانه طرفدار ملت ایران نیست. این آقا هم الان اومده این صحبت داره میکنه، عدیدگاه اسلامیش داره میکنه و اتفاقا دو تا سه تا چیز گفته راست میگه. میگه امریکایی‌ها میخوان بیان و این بازیگران اسلامی رو در منطقه کنار بزنن. دقیقا درست میگه. آقای ترامپ مخالف سیاست استفاده از پول اسلامگرایان در منطقه خاورمیانه برای استفاده و مدیریت خاورمیانه است. این سیاست رو آقای ترامپ باش مخالفه، ولی یه جای دیگه ایشون اومده بعد داره جریانه رو با هم قاطی میکنه. لیبی، عراق و سوریه، اینا هیچ کدوم اسلامگرا نبودن. اتفاقا اینا دولت‌های خیلی مدرنی بودن که اینها سکولار بودن و دولت‌های قبلی امریکا چون می‌خواستن به اسلامگراها کمک بکنن، حتی در مصر اینها اومدن این دولت‌ها رو ضعیفشون کردن، از اون اسلامگراها حمایت کردن که اونا بتونن این دولت‌های سکولار رو بزنن کنار، اسلامگرها تمام خاورمیانه رو در دست بگیرن که اون
به هر صورت ارتش مصر زیر بار نرفت و رفت و اون رئیس جمهور رو بازداشت کرد و زمانی که رئیس جمهور برگشت بهشون گفت که امریکایی‌ها از دست شما ناراحت خواهند شد که منو دارید دستگیر میکنی، برگشت گفت من سرباز مصرم، من سرباز امریکایی نیستم، من اهمیت نمیدم رئیس جمهور امریکا ناراحت میشه، بگید مرتیکر رو بندازین تو اولفتونی. این آقا داره این قضیه رو با هم درگیر میکنه. اما در مورد ایران من یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون قبل از اینکه بریم قسمت کلام آخر. در داخل ایران من دیدم باز همین آقای ربیعی برگشته بود و میگفت که ما داریم خودمون رو میزنیم. اینو درست داره میگه. بعد گفت یه عده‌ای در داخل برای این جنگ بین جناها دارن همدیگر رو خراب میکنن. خراب نمیکنن، همدیگر رو دارن لو میدن. آقای ربیعی اونا از شما اطلاع دارن، اطلاع میدن شما هم اونا اطلاع داری، اطلاعاتشون رو رو میکنی. ولی بعد برگشت گفت که ما باید این اختلافات رو کنار بذاریم و خلاقیت نشون بدیم و یک خلاقیتی داشته باشیم که بتونیم دوباره مردم رو به صحنه برگردونیم، مردم به ما اعتماد بکنن. من اینجا فقط میخوام با عنوان یک کسی که کلمات رو بین خطوطش رو میخونه عرض بکنم به شما جوانان عزیز، این صحبت آقای ربیعی یعنی داره میگه که تو اون جلسه ای که اینها رفتن در دفتر آقای روحانی، همه اینا اونجا داشتن، از اون نبوی 80 چند ساله اولین کسی بود اومد در الجزایر با امریکایی‌ها قرارداد ننگین امضا کرد تا این آقای روحانی که نفر آخرشه، بهزاد صحبت خلاقیت میکنن. خلاقیت یعنی اینکه بیایید یک خیالاتی رو ما خلق بکنیم و این مردم یک امیدی بدیم، یک خیالی تو ایجاد بکنیم، مثل همون برنامه خاتمی، مثل همون برنامه جنبش سبز، مثل همین برنامه کلیدسازی روحانی. حالا یک چیز دیگری رو ما خلق بکنیم و به مردم امید بدیم و با امید دادن دوباره مردم رو سرشون رو شیره بمالیم، اینا رو بکشیم دنبال خودمون تا اینکه ما بتونیم نظام رو حفظ بکنیم. و حالا ما خودمون داریم با دست خودمون براندازی میکنیم. من فکر نمیکنم جوانان نسل جدید دیگه حاضر باشن فریب این خلاقیات آقای علی ربیعی و شرکاشون رو بخورن. دو اینا نباید فراموش کنیم، ما تا خاورمیانه هست. دوستان من چند بار که رفته بودن ترکیه زمان احمد نژاد شگفت زده شدن که دید بودن ما ایرانی ها از احمد نژاد نفرت داریم و اونجا چقدر طرفدار داره. یعنی اون بازی اسلام گرایی تو ایران تضعیف شده ولی تو منطقه هنوز تضعیف نشده. ما 40 سال تجربه مستقیم اسلام گرایی رو خدمتتون عرض میکردم که این مطلبی که از این شیخ عراقی گفتم این حسن رو داره که جنگ شیعه و سنی رو فتیلش بکشن پایین و این مخربترین جنگ تو خاورمیانه است. برندش هم اسرائیله، یعنی اون به شدت علاقمنده که این جنگ باشه و نه تنها ملت ها رو در خاورمیانه به جون هم میدازه بلکه ملت ها در یه دولت رو هم به جون هم میدازه. همین بصره شیعه و سنی به اصطلاح پایه رویش داعش و مسائلی از این دست شد که افرادگرای سنیگرا رو به جون افرادگرای شیعه‌گرا بندازه و اینا. و بعد به همین دلیل اون دولت هایی رو که اینا میزدن اتفاقا به این دلیل که مخالف جهانی‌گرایی بودن، هم حکومت عراق، هم حکومت سوریه، هم حکومت مصر، هم حکومت لیبی، اینا هنوز به پروژه ملت دولت با وفادار بودن و در صورت همون سیاست توسعه ملی و مسئله از این دست اونا لیبی، عراق، سوریه، مصر، ایران همه جا یه بازار میبینن که بعدش هم این کشورها رو یک کشورهای تک مسئولی میگن نگرشون داره، همه استعدادشون بیشتر از این نیست دیگه، خط توسعه رو نه. اگه شاه هم تو ایران بود و میزدنش اونو، چون سیاست توسعه گرا رو همون بله حسین مبارک سر شاه میومد. دقیقا این است. حالا بدشانسی ایران این بود که اول از همه این سیاست که دهه اوایل دهه 79 75 شروع شد، از کودتای شیلی شروع شد این سیاست و نماینده به حقشون اولین بار پینوشه بوده. قطعا بعدش سرایت کرد به ما و جان و الاخر. ولی در صورت این یه حسنی داره که این کار صورت گرفته از تضادهای درونی
این منطقه تضاد قومی، تضاد فلان. و بعد به اصطلاح ملت های منطقه اینجوری نیست که ایران دوست نداشته باشن. و مثال زدم، مثلا دوران این آقای احمدی نژاد که برای ما یه موجود غیر قابل تحمل بود، دوستان ما رفتن ترکیه میگه اینقدر طرفدار داره چون مبنای قضاوت اونها رادیکالیسم در مقابل اسرائیل آمریکاست. دقیقاً این ذهنیت توی اینا هست، به خصوص تو فلسطینی ها، توی شیعیا که جای خود، تو سنی ها هم طرفدار داره. به همین دلیل ما در کانادا عاشق احمدی نژاد بودن تمام دقیقاً. یعنی ما این رو تایید نکنیم، ولی واقعیت عینی صحنه این است. دوست دارم تو خاورمیانه یه آدمی میسته مثل ناصر در مقابل امپریالیست تندرو، مثل صدام، مثل قذافی. تا اون موقعی که اینا میتونستن به اتکاب شوروی بیستن برنده بودن تو خاورمیانه، ولی اون زمانی که شوروی رفت و تناسب قوا به هم خورد یه طرف شد، اینا رو راحت تونستن بزنن. وقتی تمامگره ها اومدن و گلوبالیست شروع شد و اینها دیگه داستان اونجا چارنل تاختن دیگه، یعنی جاده براشون هموار شد و تعرض به دستاوردهای شبه سوسیالیستی در اروپا رو هم آغاز کردن، تو خود آمریکا، تو خود کانادا. بله، جنبش های کارگری به دستاوردهاش حمله کردن و یکی یکی پس گرفتن. همین پدیده تو ایران اتفاق افتاد. تمام دستاوردهایی که طی 100 سال مثل طبقه کارگر به دست آورده بود توسط همین عناصر پلید اصلاح طلب کثیف گلوبالیست و همشون ازشون چیز گرفتن. حتی قانون کار رو، قانون کاری که مثلا در زمان شاه یک قانون کار خیلی خوب ما داشتیم، از پیشرفت خاطر جهان بود، جنبش های کارگری که قوی بود و جنبش های چپ قوی بود، قرار قانون کار بسته شد. خود شاه هم به اصطلاح سعی میکرد وجه ملی خودش رو حفظ کنه و کارگران در سود کارخانه جا سعی میکرد این کارها رو میکرد و برای اینکه حداقل پایگاه اجتماعی خودش رو گسترش بده، یا زمین رو به دهقانان میداد، میخواد پایگاه اجتماعی خودش تو دهقانان گسترش بده، پایگاه ملی قدرتمند درست کنه برای خودش. اینها دیگه این بازی ها رو تمام کردن رفت. این نظر من فکر میکنم ما باید استقبال کنیم از این بابایی که تو عراق حرف زده، حداقل یکم خیالمون راحت بشه. جنگ شیعه سنی دیگه نمیتونه از تضاد شیعه سنی استفاده کنه، چون شیخ عربستان و امارات به شدت میخوان از این تضاد استفاده کنن تو عراق. بعد تو عراق بنا به تجربه تلخی که به وجود اومده سعی میکنن تن ندن دیگه به این مطلب. در صورت اینم اضافه بکنم در رابطه با الان در خوشبختانه تو ایرانی ها یه جبهه داره درست میشه، جنگ طلب ها تضعیف شده. من میبینم که اتفاقا تو طیف سلطنت طلبا و پادشاهی خواه موزگیری دوشنبه فکر میکنم آقای رضا پهلوی که آشکار نوشت که مخالف جنگه، این یه سری ها بودن توی طیف سلطنت طلبا هار بودن برای جنگ، لعنه هم میزدن برای جنگ، فکر میکردم به قدرت میرسن یا هر عامل دیگه. الان تنها مجاهدین تنها موندن، قومگراها هم احتیاط میکنن، مثل سابق جنگ قبلی که تهدیدات زمان بوش به گستاخ نمیان جلو. به همین دلیل صلح طلب ها جبهشون قوی تر شده توی زمین. بعضی از عناصر چپ هم با توجه به اینکه میگه اپوزیسیون بهش کافی هنوز فکر میکنن جنگ جهانی اوله، توی تحلیل ازشون میخوندم خندم گرفت. لنین گفته بود این جنگ امپریالیستیه و واقعی هم بود اون موقع، برای که امپریالیسم روس با امپریالیسم آلمان و با این امپریالیسم به جون هم افتاده رو تقسیم مجدد جهان. اون موقع میگفت ما با اینا نیستیم. خب و اینجا شکاف تو جبهه جهانی سوسیالیسم وجود آورد، یعنی سوسیالیست های آلمان که در رأسشون به اصطلاح کاوتسکی و اینا بودن طرف جنگ رو گرفتن به عنوان ناسیونالیسم و اونا نرگرفتن. اینا فکر میکنن که الان ما با دوتاش میجنگیم. آخه بابا تفنگ دلول است که یه تیر به آمریکا بندازی، اسرائیل و عربستان، یه تیر هم به جمهوری اسلامی. و اینکه نشد تحلیل شرایط امروز این است که ما با جنگ صلح طلب های آمریکا متحد میشیم، با آقای سندر، با این آقایون متحد میشیم بر علیه جنگ.
و نیروی قدرتمندی هم توی آمریکا هست، مردم صلح طلبن. علتی که به ترامپ رأی دادن به خاطر اینکه صراحتا میگفت من وارد جنگ نمیشم. علتی که حتی به اوباما رأی دادن برای اینکه تنها سناتوری بود که زمان جنگ بوش رأی منفی داد و بقیه همه رأی مثبت دادن و به اون آلودگی گرفتار شدن. این جهان جهانی هست که صلح میخواد، آمریکایی، ایرانی، حتی ملت اسرائیل. بابا این داستان نتانیاهو رو به حساب اونا ملت مردم اسرائیل نباید گذاشت. خب جبهه صلح قویه ولی ارگانیزه نیست. جنگ طلب ارگانیزه است. بولتون به قول من روی پاش با مریم جونه، رفت آمد، تماس، ارتباط ارگانیک، سازمانی، تشکیلاتی دارن ولی صلح طلب ها ندارن. باید جبهه صلح رو تقویت کرد. به این رو کاملا آشکار گفت، آشکار که مسئله ایران به خود ملت ایرانه. ملت ایران به قول شما فرزندان پاسارگادی اینقدر به بلوغ و هویت رسیدن که خودشون گفتمان ایجاد کنن، بر حول گفتمان برن جلو، گفتمان اسلامی رو پس بزنن و یه جامعه دموکراتیک به وجود بیارن. و اتفاقا جنگ مخربه اینا را تمام تضعیف میکنه و به ذره اینا تمام میشه و اینا ما باید وظیفه مون جبهه صلح و احیای حرکت های مدنی و انسانی و ایرانی، جنبش هایی است که هم کارگرها، هم معلمی، هم دانشجوها، همه جوانا، همه توی این مسیر دارن حرکت میکنن و ملت مرده هم نیست، هر روز یه گوشش تظاهرات و اینا رو باید به اصطلاح پیش ببریم. در خدمتتون هستم. استدعا میکنم، فکر کنم کلام آخر همین هست که شما در انتها گفتید. مردم با آن سطح از هوشیاری رسیدن که خودشون دشمنشون رو شناسایی کرده، با اون سطح از هوشیاری هم رسیدن که اینها به دور محور ایرانگرایی باید به همدیگه جمع بشن، نه به دور فرد، به دور اندیشه باید جمع شد، نه به دور یک فرد. و آن اندیشه پذیرفته شده هم اندیشه ایرانگرایی، و در اندیشه ایرانگرایی دیگه شیعه سنی، بهایی مسلمون، ارمنی مسلمون نداریم، همه با هم ایرانیه و تمام مسائل از دیدگاه منافع ملی ایرانیان که هم مسلمونا، هم مسیحیا، هم یهودیا، همه درش هستن، هم آتیستا، از اون دیدگاه دیده میشه. و سومی برخی نیروهای چپ تصور میکنن این ایرانگرایی یعنی ناسیونالیسم. ایرانگرایی با ناسیونالیسم فرق میکنه. بله. توی جبه ایرانگرایان به اصطلاح حزب سوسیالیسم وجود داره، حزب کمونیست وجود داره، سندیکالیسم وجود داره، همه اینا میتونن با این چیز که ایران مال ماست، مال همه ماست. بله. اشعار ایرانه که مال همه است، این دروغین پرچشم بلند کردن، اصلاح طلبا برای رأی دزدی و دروغ و امید کاذب ایجاد کردن. و نه، ایران مال همه است، و یهودی باشه، بهائی باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، کمونیست باشه، آتئیست باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، همه ایرانی هستیم. و ما این پادزر تمام اون نفاق هاست، پادزر سوء استفاده بیگانگان از شکاف های درونی ماست. قومگرایی رو بخوان بسیار شکاف ایجاد بکنن، فدرالیسم بازی در بیارن و مسئله از این دست. ما همه ایرانی هستیم، چه کرد و چه ترک و چه لور و چه بلوچ و چه عرب و چه ترکمن و چه آذری و همه و همه همه. ما باید این سموم رو پاک کنیم تا سلامت برگرده به گفتمان، به این گفتمان سلامت میاره، رفاقت میاره، اعتماد میاره، دوستی میاره. حالا شما وقتی که حالت شد، بنده میرم دنبال منافع کارگرها، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب آتئیست خودم درست کنم، شما برو حزب لیبرال دموکرات، هر چی میخوای درست کن. و بعد قول میدیم که متمدنانه با هم رأی کنیم. ملاک هم رأی ملت. اگر من رأی بیشتر بردم تو پارلمان دولت تشکیل بدم، تو رأی بردی تو پارلمان دولت تشکیل بده. و بیافتیم توی مسیری که 100 ساله تخریب کردیم، برسیم تو مسیر سازندگی. هم دیگه تکمیل بکنیم. نه اینکه اگر من اپوزیسیون شدم تو رو هر روز میکشم، میخوام بکشم بهت پایین، صبر میکنم تا دور بعدی انتخابات های گوناگون. این مسئله است که باید انتخاب بکنیم. دقیقا.
یه مسئله که باز جوانان ایران، سیاوشان ایران زمین بهش توجه زیادی دارن میکنن، دوری از فرهنگ دروغه. یعنی هیچ کس به اندازه آخوند نمیتونه به راحتی دروغ بسازه و دروغ خورد مردم بده. و اگر با این کار کسی میتونست حکومت نگه داره یا حکومت داری بکنه، آخوندا باید به این گرفتاری دوچار نمیشد. حالا ممکنه یه نفر بگه بچه داره، اینه 40 سال موندن در طول تاریخی کشور، 40 سال به اندازه یه چشم هم زدنه. اینها به هیچ عنوان موفق نشدن این ایدئولوژی رو که بر اساس دروغ ایجاد کردن و با دروغ به خورده مردم دادن، با دروغ بتونن حفظ بکنن. و متاسفانه یه مشکلی که ما بین هم افراد اپوزیسیون در داخل و هم افراد اپوزیسیون در خارج از کشور داریم، یا اونایی که من بهشون میگم ناراضی، همچنان توسل به فرهنگ دروغه. یعنی همچنان با من که میاد صحبت میکنه یه چیز میگه، پشت سر من با شما صحبت میکنه یه چیز دیگه میگه، جلوی دوربین میشینه صحبتهای منو تکرار میکنه، کپی میکنه، پشت دوربین که میشینه بعد از من میخواد امضا بگیره که ایران فدرالی بشه و الا من با شما ها متحد نمیشه. این پرهیز از فرهنگ دروغ خیلی لازمه. و یه نکته اگر که قبل اینکه من فراموش کنم، آقای رئیس اگه اجازه بدید من عرض بکنم، این هست که استقلال رو جوانان ایران زمین بهش پی بردن. یعنی همونطوری که در تاریخ مشروطه و بعد از مشروطه ما این را همواره شاهدش بودیم، هر سیاستمداری که پایداری کرد برای حفظ استقلال کشور، همچنان نامش در تاریخ مونده. بله. این رو ببینید. بله. انگلیس ها و روس ها رو کنار زد، رفت نظر سفیر امریکا رو جلب کرد، با حمایت سفیر امریکا بدون اطلاع سفیر روسیه و انگلیس، در بعد از ظهر پادشاه 21 ساله جوان ایران رو برداشت برد در مجلس، براش رأی اعتماد گرفت و بلافاصله هم سفیر امریکا اولین کسی بود که تبریک گفت. یعنی استقلال چیزی هست که فراتر از این مسائل جناح بازی سیاسی یا این جاه طلبی هاست. جاوشان ایرانی رو باید متوجه باشن که هستن. استقلال کشور باید حفظ بشه. نظر شاهزاده هم بر همینه، تغییر از توسط مردم داخل ایران و بدون حمله خارجی یا دخالت هر دولت خارجی. عامل تغییر مردم ایران هم، نه دولت خارجی. کلام آخر آقای رئیسی. بله، کاملا با شما موافقم که این استقلال در یک گروه سازمان و یا یه حزب از طریق استقلال شخص وجود، یعنی اگر اشخاص یا افراد تشکیل دهنده حزب و سازمان و گروه خودشون شخصیت مستقل نداشته باشن، به اصطلاح ذهن وابسته داشته باشن، تسری پیدا میکنن به کل سازمان و افراد دیگه هم اگر باشه. و همین دلیل از استقلال شخص شروع میشه، فکر، اندیشه. و در اون موردم که گفتی در مورد فروغی، در اونجایی که من میدونستم اتفاقا شوروی ها با امریکایی ها هم نظر بودن در رابطه با تغییر ایران به جمهوری. انگلیسی ها مخالف بودن، چون میگفتن سلطنت به اصطلاح، چون خودشون هم سلطنتی بودن. و بعد در صورت امریکایی ها رو تغییر دادن و اون وضعیت ها به وجود اومد که پادشاه بمونن و این اتفاقات. ولی در صورت نقش فروغی رو من شخصا توی جنگ جهانی دوم نقش بسیار سالمی میدونم که با توجه به ذلت ایران اشغال شده دیگه، اشغال شده، ولی با هنر دیپلماسی و استفاده از تضادها و همه امکانات سعی کرد چیکار کنه، استقلال ایران حفظ کنه. و بعد از پایان جنگ در صورت قراردادهای رو امضا کرد که منجر به خروج همه بشه از ایران و استقلال ایران حفظ بشه. به این مهمتر از شخصی که کی پادشاه بشه، به این هنرش بوده و نقش مثبتی در تاریخ داشت. هنر ایران دوستیش بوده که هم استقلال و هم یک پارچگی ایران حفظ بشه. دقیقاً زمانی که انگلیس ها دنبال این بودن برن دوباره یه شازده قاجار بردارن بیاره. بله، دقیقاً شانسی که مردم ایران آوردن این بود که این شازده قاجار یک کلمه زبان فارسی نمیتونه صحبت بکنه. بله بله. اصلا نیرو دریایی انگلستان شده بود. بله. یک کلمه فارسی بلد نبود و اینا موندن آچمز شدن که چیکار بکنن در همون هینبس. بله، کاملا درست. کشور رو استقلالش یک پارچگیش رو حفظ کرد. در صورت سپاسگزارم منم از شما و منم از شما سپاسگزارم که وقت میذارید، محبت میکنید،
با هم دیگه یک گفتگوی سازنده داریم و جوانان رو نه اینکه بخوایم بهشون بگیم چه کار بکنن، بلکه بهشون اطلاعات لازم رو در اختیارشون میذاریم و ازشون خواهش میکنیم که خودشون تجزیه تحلیل بکنن و با برداشت خودشون نتیجه گیری بکنن که چه چیزی برای آینده خودشون و کشور ایران لازم و مناسب است. البته اینجا یه چیزی هم پرانتز باز کنم، گفتی آخونده دروغ بود تری، نه این بچه آخونده که فرستادن خارج دست دور از پشت بستن شما گوش میدین دیگه، نه تربیت شده آخونده هستن از زم و جوان مردی و اینا، درست چیز دادن ولی نه در حقیقت نسلی هست که توی دامن اینا بزرگ شدن یا پرورش پیدا کردن. بعدش هم دروغگوی های آخونده بدلیل بی‌سوادیشون خیلی عقب مونده از زود میشه کشفش کرد، برای دروغگوی های اینا برای جنگ و شروع جنگ و برنا وحشتناک پیچیده است، به دستگاه های امنیتی میشینن برای دروغ ها سرمایه گذاری میکنن. بگیم که یک تیم میشه برای دروغ هاشون مبتذله، یعنی خیلی ساده با یه ذهن ابتدایی به ما میفهمیم آقای بابا داره دروغ میگه، برای که عقب مانده ذهنی هستن، ولی واقعا دروغ های غرب 30 سال بعد متوجه میشه، دروغ های استعمارگرا 30 سال بعدش بسرا. مثلا نکته دروغ عرض بکنم در مورد همین زم و این دروغ که گفتید، دروغ های استعماری، زمانی که رفسنجانی مرد من فکر کنم شاید 10 دقیقه بعد از مردنش یکی از دوستان از تهران من زنگ زد و تمام خبرها رو داد و من بلافاصله اینو برای یوتیوب گذاشتم و اولین کسی که این اطلاعات رو بر روی مدیا پخش کرد که خارج از ایران بود من بودم که شاهدش هم هست، تاریخ ثبت شدن اون ویدیو، آپلود شدنش و تعداد نفراتی که دیده. آقای رئیسی 4 روز بعد از ویدیویی که ما اینو گذاشتیم صدای امریکا رفت همین زم رو آورد، روح الله زم رو. با روح الله زم شروع کرد صحبت کردن و ازش پرسید چگونه شده، اونم گفت که اینا خوشبختانه فیلم ها همه موجود هست، گفت که آقای رفسنجانی رو این امیر کبیر که بردن در حمام فین کاشتان به قتل رسوندن، آقای رفسنجانی هم این امیر کبیر شد و بردن در اونجا سرش زیر آب کردن. و ما در که در اون فیلم خودمون اینو گفتیم که رفسنجانی رو مسموم کرده بودن، بعد ها همین در اومد که این رو همون قرصای رادیواکتیو بهش داده بودن و این مرد. اما این چنان دروغ سیستماتیک دستگاه استعماری ادامه پیدا کرد که هنوز وقتی صحبت میکنن میگن اولین کسی که اخبار فوت رفسنجانی رو داد آقای زن بود و بعدم اخبار واقعیش رو ما از دهان آقای زم شنیدیم. زم همه رو به دروغ گفت و آقای رئیسی به محض اینی که این زمین دروغ گفت ما یه فیلم دیگه ساختیم در مرکز مطالعات ایران و اینو گذاشتیم روی یوتیوب در عرض 24 ساعت. آقای رئیسی این همه اینا رو من عکس گرفتم تمام مدارکش هست، در عرض 24 ساعت از دفتر نشر آثار آیت الله رفسنجانی در تهران، دفتر نشر آثار آیت الله رفسنجانی در تهران روی یوتیوب ما رفتن کپی رایت گذاشتن و یوتیوب ما رو اینا به سازمان یوتیوب تماس گرفتن که متوقف بکنه پخشش رو و چند بعد من با ایشون توضیح دادم، ولی تا این توضیح رو بدید و اینها یه هفته طول کشید و به هر صورت دست مرکز آثار نشر آیت الله رفسنجانی در تهران تو دست صدای امریکا بود، تو دست این آقای روح‌الله زم بود با اون تیمی که در اون پشت میشینه این دروغ‌های استعماری رو درست کنه که رفسنجانی رو بکنن امیر کبیر ایران. آفرین. خب پس بنابراین اینجا دست آخوند و آخوندزاده و بچه آخوند و اینا همه با هم تو یکی، همه شما با هم تو یکی، دست جهانگرا اینها اینا رو انگرام ریسپان میکنن میبرن بزرگ میکنن به شالاتانی دروغگویی. این پدیده و متاسفانه جامعه استعداد پذیرش دروغ رو داره، متاسفانه مراجعه کنندگان زیاد به این دروغ ها نشوندنده چیه؟ نشوندنده جامعه آسیب پذیره. یه ملت بلوغ یافته وقتی بلوغ پیدا کنه اتفاقا این خطوط رو میفهمه، یعنی اون تشکیلش میره بالا.
به ملتی که بفهم خود تشریفش بره بالا، اون ملت آماده است که منافع ملیشو بفهمه. یعنی ملت برای خود شده دیگه، یعنی به آگاهی ملی رسیده، کسی نمیتونه فریبش بده به سادگی. ولی ملت های عقب مانده خرافی که دروغ به سر خریدار داره تو اینها، امید کاذب، امید کاذب. همه این جریان اصلاح طلب ها این 30 سال چند سال اخیر همش روی ایجاد دروغ کاذب، امید کاذب سوار شده، هی فریب داده، برده انتخابات و بعد هم آخر سر بعد 8 سال بپرسیدن چی بودی؟ کار من ماشین رای بودم. و مردی که تو که ماشین رای بودی چرا دروغ به ملت گفتی آخه؟ آقای رئیسی من که عرض کردم همین 3 روز پیش یا 4 روز پیش همین ربیعی، علی ربیعی داره صحبت میکنه، خیلی به زبان واضح داره میگه، مال تو به زبان آخوندی میگه، ما باید دوباره با هم متحد بشیم. امید کاذب میگه. جلسه ای که با روحانی هم داشتیم با کلیتساز ما این صحبت ها رو کردیم که ما باید یک خلقیات جدید داشته باشیم، ما باید خالق باشیم، خالق یعنی خلق خیالات بکنن. بله. مردم رو بزنن سر کار، یه خیالات واهی درست بکنن، یه خیالاتی رو خلق بکنن، مردم رو بکشن بخوان دوباره 8 سال دیگه ادامه بده. به هر صورت یک دنیا از شما سپاسگزارم آقای رئیسی، خیلی خوشحال شدم که امروز در کنار شما باشم. و جوانان قبیل ایران، سیاوشان ایرانگرا، قدرت ایران ناشی از قدرت شما سیاوشان ایران است و قدرت شما سیاوشان ایران ناشی از یک پارچگی ملت ایران. تمامی شما سیاوشان ایران را تا سخن روز دیگری به یزدان پاک ایران می سپاریم. بدرود تا درود دیگر. موفق باش.